یک شهروند ایرانی و یک بریتانیایی به ظن فراهم آوردن امکانات ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا چهارشنبه شب در شهر منچستر بازداشت شدند. در اینجا به لندن می رویم تا رضا الهیاری ما را در جریان جزئیات قرار دهد. رضا، چه اطلاعاتی در مورد این بازداشت‌ها در دست است؟ خبر بازداشت این دو نفر که یکی 33 ساله و تبعی ایران و دیگری 24 ساله و بریتانیایی هستند، امروز از طرف آژانس جرایم ملی بریتانیا اعلام شد که گفته میشه مظنون به قاچاق پناهجویان با قایق‌های کوچک از طریق کانال بریتانیا به این کشور هستند. در مجموع از ماه نوامبر تا کنون 239 نفر با قایق به طور غیرقانونی خودشون رو به سواحل بریتانیا رسوندند. پیشتر قائم مقام آژانس جرایم ملی بریتانیا به روزنامه ایندیپندنت گفته بود که ایرانیان برای رسیدن به بریتانیا تا مبلغ 30,000 پوند به قاچاقچیان می‌پردازند. این مقام اضافه می‌کنه قاچاقچیان انسان مرتباً در حال عوض کردن شیوه‌های کارشون هستند تا به نحوی بتونن از چنگ ماموران اتحادیه اروپا فرار کنن. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا میگه همه اونایی که از این طریق وارد بریتانیا میشن پناهجویان واقعی نیستن، چون از کشور فرانسه میان و فرانسه کشور امنی برای پناهجویان به شمار میره و پناهجوی واقعی میتونه در همونجا اعلام پناهندگی کنه. این سخنان از سوی مخالفان وزیر کشور مورد انتقاد قرار گرفته که با رد گفته‌های او میگن ما نظامی داریم که ادعای پناهجویان رو بررسی میکنه. رضا، دولت بریتانیا و مقامات کشور اقدامی برای جلوگیری از ورود این مهاجران غیرقانونی به کشورشون انجام دادن؟ بله، در این ارتباط ساجد جاوید وزیر کشور در نامه‌ای به وزیر دفاع بریتانیا از وی خواسته تا ناوهای نیروی دریایی با گشت‌زنی در کانال بریتانیا مانع از عبور مهاجران غیرقانونی به کشور بشن. بنا به گفته سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا، ناو HMS مرسی آماده اعزام و گشت‌زنیه. او در ادامه گفت نیروهای مسلح آمادن تا به هر گونه درخواست وزارت کشور برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی عمل کنند.